دوستانی من، امروز برای مخلصان اشدی فوتبال اید است و با اون نگاه نکرده که رقابت چلسی زیدی سیتی و امیو زیدی استون ویلا بانجام رسید، حالو بویس های جولیب در پیش اند. انا حضیر باشد ما مز در باره رقابت های انجامی افتا معلوماتی پورا می دیم. چون انانا در این برنامه شما رو این چنین خبرهای جالب دیگر از جهان فوتبال انتظارند. لایک های قیمت بهای خود رو فراموش نکنید. برای قدردانی زحمت های ما بیاید زیر این ویدیو 1500 لایک جمع کنیم. اگر الکی لایک گذاشته باشید پس با سوال نه چنان مشکل مو دقت دید. جالب است آیا شما با اون جواب درست دادن میتوانید؟ کدام از این فوتبال بازان قدی بلندتر دارند و سوال گذشته ما اولین شده نظام دولخف جواب درست داد. گپ چپ در اینترنت اطراف بارسلونا چنان بسیار است که قریب یگان برنامه ما به معلومات درباره دسته کاتالونی نمیگذارد. چه مشکلی که در این دسته پیش آمد با گردن ترینر بر میکنند او این از روی عدالت باشد. به هر حال رهبریت یکبار نسبت به او قرار قطعی قبول نکرد و برای اصلاح کردن حالات وقت داده بود. چهار بازی که آنها را چهار امتحان نمیدن ممکن است. دو امتحان اول را شاگردان کومن باباهای پاس بریدند. مساوی زیدی دسته های نچندان پرقوت و بالای این هنرنمای دهشتناک کومن دو بازی دیگر دارد تا آینده خود را در دست نجات دهد. این بازی ها زیدی لوانته و بنفیکا این باشند. اما بخت از کومن چنان رو گردانده است که او را رهبریت لالیگا دو بازی از حق ترینری محروم کرده است. همه‌اش از پشت آن که کومن در آخر بازی کادیس برای بس بدوار کارد سرخ گرفت، یعنی او در کنار میدان ایستاده به شاگردانش فرمان داده نمیتواند. البته در بازی با بنفیکا او اشتراک میکند، زیرا این رقابت در دوره لیگ چمپیونها است و مجازات کومن تنها به لالیگا دخل دارد. دویم بازی که او در آن اشتراک نمیکند زیدی اتلتیکو است، اما خدا میداند که رونالد تا آن بازی ترینری دسته باقی میماند یا نه. همه این حادثه ها به آن اشاره میکنند که کومن ترینری با بارسلونا موافق نیست. بله، بختی ترینری نیدرلندی نخندید و فعالیت او به دوره نچندان خوب رخ آمد، اما در این برابر کومن فقط بهانه میجوید و هنرنمای بد دسته را با سببهای گوناگون علاقمند میکند. این در حالی است که او باید مسئولیت را به گردن گرفته کار را انجام دهد. خوب، چطوری که گفتیم او دو بازی دیگر دارد تا حالت را اصلاح کند. رقابت با لوانته الکی پاگو برگزار میگردد. اینچنین ما را یکچند بازیهای دیگر انتظار است که به همه آنها دوستان ما از ایکس کیفسنتهای بالان پیشان مینمایند. همچنین هنگام رگیستراسیا با استفاده از پرمکد میدون میتوانید در اولین پرداخت تا 6500 روبل بونوس به دست آورید. سیلکه بازی در کامنتاریا. پاریس سن ژرمن روزنه ترانسفری توبیسونا رو فانتاستیکی پیسر کرد و یک بار 5 ستاره فوتبال رو به دست آورد. مخلصان این رو گالاکتیکوس 9 نامیدند، زیرا یگان دسته در حیات خود مثل پی‌اس‌ژی شماره زیادی ستاره‌ها رو ندارد. ولی در این برابر شبهه ها نیز نسبت دسته پاریسی بسیار شدند. بعضی ها میگفتند که اکنون همه آنها رو پاچتینو چگونه در هیجان کرده باشد. بعضی دیگر از آن باوری داشتند که شماره زیادی ستاره‌ها در یک دسته میتواند فضای داخلی رو ویران سازد. متاسفانه بدترین این ستاره‌های مخلصان رو اکنون ما در عمل دیده ایستاده‌ایم. دروازه‌بان جان لویجی دوناروما که همین سال به دست آمد از ترینر راضی نیست. او چنین میشمارد که سزاوار است بیشتر به میدان براید، اما ترینر او رو در بازی‌ها کم ایستاده میبرد. خبر داشته بود که با دوناروما حالت رو پیشکی فهمونده بودند. جان لویجی میدونست که دسته نوست رو نمیفروشد و آنها یکچند وقت با نوبت در دروازه میستند، اما دروازه‌بان ایتالیایی فکر میکرد که بیشتر وقت مسئول رو به میدان میبرند. با همین نوفهمی به انجام نمیرسد. لیدرون دسته از جمله نیمار و میسی در این بس از نوست پشتیبانی میکنند. آنها چنین میشمارد که ماس کلر باید بیشتر به میدان براید. وقتی آخر بالای پاچتینو فشار خیلی زیاد است، اکنون باشد باز بحث دوناروما و نوست رخ داد. طبق معلومات یکچند نشریه پاچتینو عموما دوناروما رو در دسته ایدن نمیخواست، ولی دیرکتور ورشی دسته لئوناردو عقیده دیگر داشت و در نتیجه جان لویجی رو به دست آورد. اینجا من طرفدار پاچتینو هستم. البته من دوناروما رو دروازه‌بان بد نمیشمارم، زیرا بهترین بازیکن یورو 2020 است و خیلی جوان میباشد، اما وقتی که در دسته نوست است دعوت کردن او چه لازم بود؟ در یک دسته دو توپ دروازه‌بان قرار داشته نمیتوانند. از تجربه دیگر دسته اینو فهمیدن ممکن است. اکنون دایرکتور ورشی پی‌اس‌ژی با این ترانسفر انجام دادهاش فخر میکند و پاچتینو بیچاره باشد شب روز در فکر حل کردن این مشکلی است. اصلا رقابت های جالب فوتبالی در دل شب برگزار می شوند و برای تماشای آنها بسیار وقت مجبور می شویم از بر دو ساعت خوب شیرنمون گذاریم. اما امروز به طور غیر مقرری ساعت 4 نیم به وقت تاجیکستان دو توپ رقابت در پریمیر لیگ برگزار گردند، چلسی زیدی سیتی و امیو زیدی استون ویلا. شروع میکنیم از رقابت فینالیستان لیگ چمپیونهای موسم گذشته. برای هر دو دسته که رقیبان پرنسپیالی می باشند غلبه چون آب و هوا ضرور بود، زیرا رقابت بین توپ 4 دسته های قسمت بالای جدول خیلی شدید رفته ایستاده است. منچستر سیتی از اول رقابت بازی رو پورا اداره میکرد و امکانات زیادی گلزنی داشت. این بود که در دقیقه 53 گابریل ژسوس حساب واخوی رو کشد.
این گل یگانه و تقدیرسازی بازی بود. مخلصان چلسی که این بازی رو تماشا نکردند آماده باشید. حالا استاتستیکای بازی رو نشون میدیم. ببینید که چگونه سیتی همه طرفه بر چلسی برتری داشت و غلبه ارزنده رو به دست آورد. حالا توجه میکنیم به بازی MU. اصلا رقابت دلهای سرخ رو با استون ویلا توپ رقابت گفتن درست نیست، ولی اونجایی که کریستیانو رونالدو بازی میکند توجه خیلی زیاد است. تا این بازی حملگری پرتغالی در سه بازی MU اشتیاق کرده در همه آنها مؤلف گل شده است، اما رقابت ضد استون ویلا برای او و همدستهایش همه طرفه درد و رنج و عذاب بود. یکم اینکه MU تا این بازی حمله میکرد و قریب 30 ضربه زد، اما استون ویلا در دقیقه 88 بازی گل زده حساب را کشد. دویم اینکه رونالدو گل زده نتوانست و سلسله با بارورش انجام یافت. سیوم رفتاری عجیبی برونو فرناندش که در دقیقه 93 بازی پینالتی رو اجرا کرده نتوانست. برونو میتوانست زدن پینالتی رو به عهده رونالدو گذارد، اما حتی با او اهمیت نداد برای زدن پینالتی رفت. البته پینالتی زن اساسی MU ماس فرناندش است، اما ندادن پینالتی به رونالدو در چنین حالت از طرف او یک نوع ناحرمتی بود. عموما در 4 بازی اخیر MU همگی غلبه به دست آورده است که این ضد وست هم است. در 3 بازی دیگر از جمله ضد همان وست هم در دایره جام لیگ انگلیا، از یانگ بویز در لیگ چمپیونو و اینک از استون ویلا شکست میخورد. پس از رقابت کریستیانو نسبت بازی خود و در عموم هنرنمای دسته اظهار ناراضگی بیان کرده چنین گفت: از اونی که گل زده نتوانستم خیلی رو افتادم، نه برای اون که شماره گل هایم زیاد شود، بلکه به اون خاطر که دسته حتی مساوی کرده نتوانست و این در حالی است که ما تنها برای غلبه با میدان برآمده بودیم. رقیبا رو نباید نادیده گیریم. اویدی پینالتی فرناندش هیچ چیز گفتنی نیستم، او پینالتی زن اساسی دسته است. عمر هر بازی برای MU مهم است، خوی رقابت دوستانه باشد. میدونم که مخلصان ماس از من امیدواری های کلان داشتن و گناه رو برای نتیجه نچند خوب در این بازی من به گردن خود میگیرم، گفت رونالدو. آفرین کریستیانو، لیدری اساسی دسته باید ماس همین گونه باشد. باید خویش مخلصان رو به نظر گیرد و به همه مشکل هایش قائل شود، نه اینکه گناه دیگران کند. اگر مغلوب شوی هم همچون مرد مغلوب شو. با من توم دوستان، امیدوارم ویدیو امروزه ما به شما پسند آمد و لکه لایک خدمت به خود رو گذاشتید. با شما بودم من میرزا یورگیروف. خیلی